and you are illegally here. Unless all I want back at the border. رنگین کمان، ویژه گزارش‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی. نویسنده و گوینده فرنوش رام. دکتر حبیب لوی نوشتن خاطرات خود را در سن 83 سالگی در لس آنجلس آغاز کرد، یعنی در سال 1980. خود وی می نویسد: در سالی که من پا به عرصه وجود گذاشتم، نزدیک به بیش از 25 قرن از پراکندگی یهودیان بابل و کوچ گروهی از آنها به ایران می گذشت. هنگامی که کوروش کبیر بابل را فتح کرد، جمعی از اسیران یهودی به پاسارگاد یا شوش مهاجرت کردند. اجداد بسیاری از یهودیان ایرانی از همین جماعتند. در میان اقوام و طوایف و مردمان دیگری که طی تاریخ ساکن سرزمین ایران شدند، قوم یهود از قدیمی ترین آنهاست. من در اکتبر سال 1896 در محله یهودیان تهران به دنیا آمدم. همکنون که در 83 سالگی خاطراتم را می نویسم، به خاطر لرزش دستهایم از ماشین تحریر قدیمی خود استفاده می کنم. نام عبری من یزغل عزرا، پدرم رحمیم پسر خداداد، مادر بزرگ من سنوبر دختر یزغل حکیم باشی دربار ناصرالدین شاه و همسر عزرا یعقوب معروف بود که به مردم محله یهودیان تهران خدمات زیادی کرده. در سال 1904 در 6 سالگی وارد مدرسه آلیانس تهران شدم و در 14 سالگی از مدرسه اتحاد فارغ التحصیل شده و در مطب دندان پزشکی برادرم که از فرانسه آمده بود شروع به کار کردم. اواخر سال 1911 با دلیجان و کشتی به باکو رفتم و از آنجا از طریق اتریش با قطار خود را به پاریس رساندم. چون زبان فرانسه را خوب می دانستم، با آسانی وارد مدرسه دندان پزشکی پاریس شده و در 17 سالگی جوانترین دندان پزشکی بودم که از این دانشکده فارغ التحصیل شد. بازگشت من به ایران همزمان با جنگ جهانی اول بود. در تهران با برادرم مطب دندان پزشکی به راه انداختیم. مدتی هم در همدان و سنندج به کار دندان پزشکی مشغول بودم. در پایان جنگ جهانی اول در 23 سالگی با زلیخا دختر سلیمان زاغی حیم ازدواج کردم. در سال 1919 با درجه ستوانی نخستین افسر یهودی بودم که در فوج قزاق به عنوان دندان پزشک بهداری ارتش شروع به خدمت کردم و تا 16 سال بعد با درجه نایب اولی رئیس بخش دندان پزشکی بهداری ارتش بودم. در این سالها رضا شاه مرا به عنوان دندان پزشک ویژه خود برگزید. علاوه بر این شاهزادگان قاجار و بزرگ مردانی چون ستارخان از بیماران من بودند. پس
پس از پایان جنگ جهانی دوم که مردم ایران با بیماری‌های گوناگون دست به گریبان بودند و امکانات دارویی ایران محدود بود، من با همکاری پسرانم شرکت دارویی ارگانون را بنیاد نهادیم که بعدها به صورت یکی از بزرگترین کارخانجات دارویی خاورمیانه درآمد. حدود 20 سال قبل از استقلال کشور اسرائیل برای نخستین بار به اورشلیم رفتم. در طول عمرم بیش از 10 بار از راه زمینی و هوایی به اسرائیل سفر کرده و با بزرگان و سیاستمداران آن در ارتباط قرار گرفتم. من در زندگی جز عشق به خانواده‌ام و همه مردم عاشق نوشتن بودم. کتاب‌هایم را همچون فرزندانم عزیز می‌دارم. بزرگترین افتخاری را که خداوند نصیبم کرده تألیف کتاب تاریخ یهود ایران می دانم که حدود نیم قرن با آن مشغول بودم. زنده یاد دکتر حبیب لوی در سال 1984 در لس آنجلس درگذشت و بنا به خواسته وی در اورشلیم به خاک سپرده شد. مرگ او پایان راهش نبود. پس از او به همت دوستدارانش بنیاد فرهنگی و آموزشی حبیب لوی پای گرفت که راه او را ادامه دهد. گویا یزدان بر این نیکو خصال داده گنج دانش و فهم و کمال، جسم و جانش را به علم آراسته، گویی از بحر هنر برخواسته، هم مورخ هم مؤلف هم طبیب، هم مدبر هم طبیب است این حبیب. داد بر خود سالیان رنج گران، با پژوهش های جرف و بیکران، در سه جلد آورد تاریخ یهود، آنچه در ایران بر ایشان رفته بود. کرد تألیف و چو مشعل رهنمود، هدیه ای بخشید بر قوم یهود. از آقای دکتر حبیب لوی خواهش می‌کنم در مورد علل و عواملی که طی زمان موجب بروز رویدادهای تاریخی نسبت به قوم یهود در ایران گردیده صحبت بفرمایند. جواب این موضوع بسیار مفصل است، ولی بنده در یک جمله آن را به اختصار می‌پردازم و می‌توانم عرض کنم که در تمام ادواری که یهودیان در ایران مقیم بودن، هر پادشاهی یا هر حکومتی که حقیقتاً علاقمند به ترقی و سعادت ایران بودن، همواره نسبت به یهودیان خوشرفتاری کردن و برای آنها آزادی قائل بودن. و برعکس سلاطینی که نتوانستن خدمات برجسته‌ای به ایران بکنن، نه فقط موجب خرابی وطن را فراهم ساختن، حتی موجب زحمت و ناراحتی یهودیان را نیز فراهم ساختن. ولی قسمت مهمتر این آن است که عده‌ای از ملانماها
که معروفیت و تحصیلاتی نداشتن، برای معروفیت خود شروع کردن به تحریکات بر علیه یهودی ها، مانند شیخ ابراهیم قزوینی در 1900 یا آخوندهای دیگری. ولی در بین همین علمای روحانی اسلام اشخاص برجسته‌ای بودند که همواره نسبت به یهودی ها کمک می کردن و مساعدت می نمودن. حتی در این اواخر فامیل بهبهانی و حتی سید عبدالله بهبهانی، نماینده دوم یهودیان در مجلس شورای ملی گشت. و این موضوع از عصر شروع سلطنت صفویه شروع گشت و مدت 4 قرن خورده ادامه داشت و فقط در این 50 سال اخیر است که یهودی ها آزادی به دست آوردن و در اثر دست آوردن این آزادی توانستن خدماتی به اقتصاد مملکت کنن و توانستن اساتیدی به مملکت اهدا کنن. البته معروفیت این اساتید فقط به نام یهودی نبوده، بلکه به نام ایران بوده و برای افتخار ایران.